خانم شجاعی، شما هم بیانیه در رابطه با تحریم انتخابات منتشر کردین. ابتدا کمی در رابطه با این بیانیه برای ما توضیح میدید؟ خیلی ممنون از توجه شما و متاسفم برای تمام مادران داغدار در این 42 سال. امیدوارم که واقعا شرایطی فراهم بشه که دادخواهی اینها به نتیجه برسه. در مورد بیانیه فکر میکنم که کاملا تمام نکات بهش اشاره شده و چرایی شرکت مردم در انتخابات در طول 42 سال گذشته و اینکه در حال حاضر چرا نباید شرکت کرد و اشاره شده به مردم ستم دیده، به فقر، به بیکاری، به مسئله عدم مدیریت درست راجب کرونا، به مسئله دروغگویی به ملت، به مسئله کشتار آبان، به مسئله کشتار 88، به مسئله مجلسی که در واقع در دو سال پیش بدون، یعنی با دروغگویی به در مورد اپیدمی کرونا مردم رو پای صندوق رای کشوند، هرچند که مردم خیلی شرکت نکردن، ولی خب به هر حال اون دروغ باعث شد که مردم ابتلای بیشتری نسبت به کرونا داشته باشن. اما این بیانیه از نگاه من کمی دیر بود، یعنی این بار هم جامعه مدنی از مردم عقب مونده بود، همینطور که خودتون در تصاویری که نشون دادید از مادران داغ دیده، مادران شهدای سالهای اخیر، اینها خیلی زودتر از امضا کنندگان این بیانیه که بنده هم جزبشون بودم اعتراض خودشون رو نشون داده بودن و در واقع عدم مشروعیت این انتخابات رو به لحاظ صافی‌های انتخاباتی، به لحاظ بی اقتدار بودن ریاست جمهوری، به لحاظ اینکه کسی که جمهوریت رو اداره میکنه نه اعتقادی به ایران داره، نه اعتقادی به جمهوری ایرانی داره، نه اعتقاد، تنها یعنی یک حکومت ایدئولوژیک هست و آنان که در این ایدئولوژی با او همگام هستند تا حدودی بنا به سیاست‌های، بنا به تاکتیک‌های ممکنه در این قدرت سهیم بشن. گاهی اوقات هم خودی هم کنار گذاشته میشن، مثل آقایونی که الان کنار گذاشته شدن و شورای نگهبان کم مونده که رهبری رو هم از رهبریت در واقع کنار بگذاره، یعنی در واقع داره عبور میکنه حتی از رهبری. و این شورای نگهبان رو کی انتخاب کرده؟ انتخابات همیشه مرحله‌ای بوده که مردم و دولت با هم وارد دیالوگ میشدن، مردم و حکومت با هم وارد دیالوگ میشدن، یک شرایط شاد و آرام و امیدوار کنندهی بوده، شرایط تهدید نبوده که به طور مرتب از اولین روزهای شروع انتخابات به جای تشویق مردم، مردم رو دارن با تهدید و ارعاب به پای صندوقهای رأی میکشونن. خب اگر شما به مردم احتیاج دارین که رأی بدن، انتخابات آزاده، اصلا نیازی نداره که شما تهدید کنید یا مثل آقای احمدی نژاد پول بدین به مردم اون دوره بدین بیاد. بنابراین این اعلامیه بسیار خوب بود ولی بسیار دیر بود. ممنونم از شما. منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر از لاهه هلند همراه ما بودید.